نمیدونم چقدر آمادگی شنیدن رازهای زندگی من رو دارید. زندگی کردن توی ایران به قدر کافی عجیب و پرماجرا هست. اما اگر اصالتا ایرانی نباشید و توی ایران بزرگ بشید دیگه نور علا نور میشه. اسم من ریحانه است و اصالتا اهل افغانستانم ولی از بچگی توی ایران بزرگ شدم. حتما شما هم آوازه زیبایی زنای افغان رو شنیدید. پدر من وقتی از ایران به افغانستان سفر کرد همونجا با مادرم ملاقات کردن و از همدیگه خوششون اومد و با هم ازدواج کردن. اما بعد از ازدواج اومدن ایران و من هم همینجا به دنیا اومدم. من به غیر از خودم دو تا خواهر بزرگتر هم دارم و چون تتقاری خونه محسوب میشم مثل همه بچه آخری ها کنجکاوی های عجیب و علایق متفاوتی نسبت به بقیه دارم. من از بچگی رویه های بزرگی توی سرم داشتم و به خاطر رسیدن بهشون دست به هر کاری زدم. رویه های آدم هر چقدر بزرگتر باشه باید بیشتر براشون جنگید و طبعات بیشتری رو متحمل شد. منم رویه های بزرگ داشتم و توی زندگی مجبور شدم با هر چیزی که فکرشو بکنید بجنگم و دست به هر کاری بزنم. از دردسرایی که همون برام درست کرد تا کار کردن توی شرایط سخت و تحمل کردن تبعیض نژادی توی کشور خیلی از آدما به محض اینکه میفهمند تو باشون هم رگ نیستی شروع میکنم به توین کردن و سرزنش کردن و تحقیر کردن من میدونم که نسبت به یک سری از آدم های دیگه کمتر در معرض نجات پرستی بودم اما این موضوع برای من کم دردسر درست نکرد و خیلی جاها دست و و من رو محدود کرد. از بچگی دوست ها و فامیل هامون به هم می گفتن خوش به حالت که اینقدر خوشگلی و چشمای افغانی بادومی داری و همه مردا شیفتت می شن. اما نمی که من به خاطر همین چهره متفاوتم باید تاوان پس بدم و مدام در معرض خطر و اتفاقات ناخوشایند باشم. من برای هر چیز کوچیکی باید بیشترین تلاش رو می کردم. من عاشق خوندن کتاب بودم و از بچگی همه بزرگترها رو وادار می کردم تا برای من کتاب بخونن. اموم یکی از پروفسورهای ادبیات ایران بود و کسی بود که همیشه برای من کتابهای جدید رو می خوند. من اونقدر برای من وقت می که گاهی اوقات پدرم عصبانی می که من زمان طولانی رو خونه اموم میمونم و خونه نمیرم. اما چیزی که باعث شده بود من این رفت آمدهایی توی خونه عموم رو ادامه بدم این بود که پدرم هیچ وقت مقید به آداب خاصی نبود و همیشه سعی میکرد منو به حال خودم بذاره تا خودم چیزی که دوست دارم رو انتخاب بکنم. ترجیح میداد داد در لحظه زندگی بکنه و خیلی اهل سفر کردن و خوشگذرونی بود. من وقتی کلاس پنجم بودم طبقه پایین خونمون یه مسجر زندگی میکرد که یه پسر 16 ساله داشتن. من چون میدونستم این پسر به خاطر سن کمیش میتونه عضو کتاب خونه بشه و من نمیتونم گاهی اوقات یواشکی باش قرار میذاشتم و ازش خواهش میکردم تا اون برای من از کتابخونه کتاب بیاره تا من بتونم بخونم اونم قبول میکرد و در ازای گرفتن پول تو جیبی های من برای من از کتابخونه کتاب می آورد. هر چقدر من زندگی آروم و بدون حاشیه‌ای داشتند، من دنبال دردسر و اتفاقات حیجان انگیز بودم. من تا نه سالگی به غیر از درس خوندن کاری نمی کردم و فقط خودم رو غرق کتاب های علمی می کردم. بعد از یه مدت همه همکلاسیام به من حسودیشون می شد و به خاطر هوش بالا و چهره خاصی که داشتم سر به سرم می زاشتن. یادم اونها از من فاصله می گرفتن و می گفتن تو با ما فرق داری حتی مدیر مدرسهمون به چشم دیگه ای به من نگاه میکرد. و وقتی مادرم می اومد مدرسه چون زبونشون رو متوجه نمیشد، شد مدیرمون عصبانی می شد و به ملیت مادرم توهین می کرد. خیلی اوقات وقتی با بچه ها بحثم می شد به هم می گفتن افغانی و اینجوری اشک من رو در می آوردن. از اون روز به بعد مطمئن شدم من با بقیه آدم ها متفاوتم و باید با این موضوع کنار بیام. من وقتی گذشته رو مرور میکنم از همه کسایی که به من توهین کردن ممنون میشم چون اونها باعث شدن من انگیزم برای موفق شدن بیشتر بشه من وقتی سنم بیشتر شد علایقم به کتاب خوندن نه تنها کم نشد بلکه رفته رفته بیشتر هم شد و کتاب های بیشتری برای خودم تهیه میکردم به کمک پسر مسجرمون که اسمش سعید بود کتاب های غیرقانونی رو جمع می کردیم و من توی خونه قایمشون می کردم. برای تهیه کردن این کتاب ها مجبور بودم با سعید همکاری کنم و گاهی اوقات مسافت خیلی زیادی رو طی می کردیم و با آدم های مختلفی ملاقات می کردیم تا بتونیم این کتاب ها رو جور کنیم. همه این کتاب ها توی ایران سانسور می شدن و اجازه چاپ نداشتند. اما مطالب خیلی مهمی توش نوشته بود و من هم که آتش یادگیری و دونستن داشتم نمیخواستم هیچ کدومشون رو از دست بدم وقتی پدرم از رابطه مخفیانه من و سعید با خبر شد خیلی عصبانی شد و یه روز که من و اون رو با هم توی کوچه دید هر دو تامون رو کتک زد و دیگه به من اجازه نداد از خونه برم بیرون مدت خیلی زیادی این روند ادامه داشت تا اینکه مادرم شاکی شد و با پدرم بحثه شد پدر من مدت زیادی بود که شبها دیر میومد خونه و ای شده بود برای مادرم تا مخالفتش رو به پدرم اعلام کنه. اون شب مادرم حرفای خیلی سنگینی به پدرم زد و پدرم هم جوری به مادرم تو این کرد که تا حالا نشنیده بودم. مادرم وقتی نمیتونست این همه فشار رو تحمل کنه دست من و خواهرام رو گرفت و اون شب از خونه رفتیم. چون نمیدونستیم کجا بریم رفتیم پیش عموم و اون ما رو توی خونهش راه داد. پدرم دنبال بهونه میگشت تا از مادرم جدا بشه و به همین خاطر بعد از یک ماه دوری از ما خواست که طلاق بگیره و جدا زندگی کنه این اتفاق برای مادر من خیلی سخت بود اون یه زن افغانی بود و نمیتونست به تنهایی زندگیش رو پیش ببره و نیاز داشت تا یه مرد ایرانی کنارش باشه اما پدرم اهمیتی به این موضوع نمیداد و بعد از طلاق گرفتن از مادرم رفت به یه جای دور و دیگه هیچ وقت برنگشت این اتفاق با تمام ناراحتی که برای من به وجود آورده بود اما خوشحال بودم که دیگه راحت تر میتونم به سمت علایقم برم و مانعی کمتری وجود داشته باشه اما من به همون اجازه داد تا دا توی طبقه پایین خونش بمونیم و زندگی کنیم اون شرط مالی خوبی داشت و دیگه احتیاج نبود مادر من بره سر کار من با وجود مخالفت هایی که عموم درباره کتاب های غیرقانونی که جمع کردم داشت اما به این کار ادامه دادم و حتی دیگه بعضی از این کتاب ها رو میفروختم تا بتونم یه پولی در بیارم و با آدم های بیشتری هم آشنا بشم. اما اتفاقات بعد از اینجا شروع شد و اولین حادثه ای که پیش اومد این بود که پلیس سعید رو برای حمل کتاب های غیر مجاز دستگیر کرد و و بردتش زندان من از آوجان گرفته بودم. چون من اون رو وارد این داستان کرده بودم و اون هیچ علاقهی به این موضوع نداشت. ولی بعد از یه مدت وقتی دید پول این کار خوبه حتی بیشتر از من فعالیت میکرد و دست به کارهای خطرناکی میزد. من فقط یه سری کتاب های سیاسی و اجتماعی و علمی رو می میکردم اما اون شروع کرده بود به جمعآوری کتاب های داستانی جنسی و این موضوع براش دردسر زیادی ایجاد کرد. سعید این کتاب ها رو به دانشجوهای ترم پایین و یه سری بچه های زیر 18 سال میفروخت و انجام دادن این کار باعث شد حبس بیشتری براش ببرند. من از وقتی که سعید رو بازداشت کردن از شدت استرس میتونستم حتی غذا بخورم و بخوابم چون هر لحظه ممکن بود سعید من رو هم لو بده و پلیس ها بیان سراغ من اما بعد از گذشت یک ماه که خبری نشد دوباره تصمیم گرفتم این کار رو ادامه بدم و حالا دیگه باید تنهایی انجامش میدادم من از طریق این کار با های زیادی آشنا شدم که اکثرشون هنرمند بودن و این باعث شد مسیر زندگی من کمی تغییر بکنه بودن در کنار آدم های هنری تجربه متفاوتی بود چون اونها یه مدل دیگهی به زندگی نگاه میکنن ناخداغا تو را هم درگیره اون فضا میکنن و اخلاق و رفتار و دیدگاهت رو نسبت به زندگی آواز می کنن. من بعد از گذشت یک سال توی خونه عموم یه انباری درست کرده بودم که پر از کتاب های نشده و غیرقانونی بود و به همین خاطر همه آدم ها دنبال این بودن که این کتاب ها را از من بگیرند هنرمندو وقتی متوجه می شدن من آثار خیلی معروف نویسنده های خارجی رو دارم شمارم رو پیدا می کردن و اونقدر با هم تماس می گرفتن و پیشنهادهای عجیبی می دادن تا بتونن این کتاب ها رو از من بگیرن. مثلا یکی از کلکسیون هایی که جمع کرده بودم کلکسیون نمایش های غیر مجاز بود. یه روز وقتی نشسته بودم توی خونه و داشتم کتاب میخوندم موبایلم زن خورد و یه مردی به اسم همایون که کارگردان تئاتر بود با من تماس گرفت. دنبال یه نمایش نامه میگشت و به من گفت اگه این نمایش نامه رو پیدا بکنیم پول خیلی خوبی بهت میدم و هم بهت اجازه میدم توی نمایش من بازیگر نقش اول باشی من از بچگی عاشق تئاتر بودم و توی تئاترهای مدرسه‌ای همیشه دوست داشتم بازی بکنم اما چون بچه ها با افغانی بودن من مشکل داشتن اجازه نمیدادند که توی تیمشون باشم و منو ترد میکردن. به همین خاطر دوست داشتم اون پیشنهاد رو قبول بکنم و به همه اون آدمها ثابت بکنم که من هم میتونم بازی کنم من پیشنهاد این مرد رو قبول کردم و اون نمایش نامه رو بعد از یک هفته با هزاران زور و زحمت تونستم پیدا کنم و به دستش برسونم. همایون یه مرد میان سال با موهای جوگندومی و قد بلند بود که متحهل بود و یه دختر کوچکم داشت. از همون اول با من خیلی صمیمی برخورد میکرد. و حتی وقتی دیدمش به من دست داده و من محذب شدم که الان باید این کارو بکنم یا نه اما چون خجالت میکشیدم که ممکنه اسم عقب افتاده روم بذاره بهش دست دادم من فکر میکردم وقتی برم پیشش قرار کلی آدم هنرمند دیگه هم اونجا باشن و من و اون تنها نباشیم ولی توی یه اتاق کوچیک فقط من و اون بودیم و دوتا صندلی و یه میز بود که باید اونجا مینشستیم و با هم صحبت میکردیم بعد از سلام و احوال پرزی و آشنایی اولیه همایون شروع کرد از نمایش نامه و نمایشی که میخواست کارگردانیش رو بکنه به من توضیح داد. این نمایش نامه در مورد زنی بود که از شوهرش جدا شده بود. حالا درگیر یه سری مسائل روانی شده بود و باید میرفت توی تیمارستان تا بستری بشه. این نمایش فقط یک بازیگر داشت و قرار بود که این نقش رو من بازی بکنم. من حدس می زدم که با قبول کردن این کار درد سرهای خیلی زیادی رو قرار به دوش بکشم اما پیشنهاد وسوسه انگیزی بود و نتونستم ردش کنم. من قبول کردم که این نقش رو بازی کنم و کارمون هم از فرد صبح قرار بود شروع بشه. سو وقتی رفتم سر تمرین همایون بدون اینکه به من بکنه به من خندید و گفت این چه لباسیه که پوشیدی؟ من یه مانتوی خیلی معمولی با شلوار پارچهی پوشیده بودم و فکر نمی کردم این لباس خندهدار باشه ولی همایون گفت ما قراره اینجا تمرین بکنیم و تو باید یه لباس راحت تر بپوشی تا بتونیم راحت با هم کار کنیم. منم با خواهرم تماس گرفتم تو از خونه برام لباس های بیاره. و تمرین رو شروع کنیم. خواهرم وقتی لباس ها را آورد با همایون هم آشنا شد و بعد از اینکه با هم سلام کردن خواهرم منو کشید کنار تا یه چیزی به هم بگه. خواهرم از بچگی به این معروف بود که سه ششم خیلی قوی داره و 90 درصد حرفایی که میزد حقیقت بودند. اون به هم گفت من حس خوبی از این آدم نمیگیرم و حس می کنم برات درد سرساز میشه و بهتره که همین الان تا کار شروع نشده اینجا رو به یه بحانه ای ترک بکنی و تصمیم تو عوض کنی. من خیلی به حرف خواهرم اهمیت ندادم و یه جوری دست به سرش کردم تا بره و منم تمرینم رو شروع کنم. وقتی همایون اومد یه سری کارها به هم گفت انجام بده ولی برای من عجیب بود که چرا باید این کارها رو انجام بدم چون تا حالا هرگز تمرین تاتر ندیده بودم و نمیدونستم چه مدلیه همایون نشسته بود وسط صحنه روی صندلی و من باید دور صحنه میدویدم و خودم رو گرم میکردم اون هم این لابلا با من صحبت میکرد و مجبورم میکرد حین اینکه دارم میدوهم باش حرف بزنم و بهش نگاه کنم انجام دادن همه این کارها برای من سخت و عجیب بود اما فکر می کردم که برای آمادگی اجرا همه اینها لازمه و این شکلی باید نقش رو خوب از در بیارم. روزهای اول خیلی سخت نبود و همه چیز داشت منطقی پیش می رفت. اما وقتی که همایون متن رو چاپ کرد و قرار شد روی متن کار بکنیم کم کم اتفاقات عجیب تری افتاد. من زمانی که متن رو میخوندم همایون خیلی به من نزدیک میشد و گاهی اوقات دستش رو میذاشت روی شونم و گاهی اوقات موهامو و می میکرد. از قبلش هم بهم گفته بود که برای اینکه نقشت رو بتونی خوب بازی کنی و احساس کاراکتر رو در بیاری نیازه که من یه کارهایی بکنم پس نترس و به من اعتماد کن. من وقتی ازش میپرسیدم چرا ما دوتا تنهاییم و بقیه اعضای گروه اینجا نیستن بهم هم میگفت توی دو ماه اول باید منو تو تنها تمرین بکنیم و بعدش بچه های دیگه به همون اضافه میشن. همایون به من میگفت روی صحنه دراز بکشم و رو ببندم. اونم یه موسیقی پلی میکرد و شروع میکرد بالای سر من را رفتن و میومد در گوشم چیزهایی میگفت. اولش حس ناخوشایندی به هم دست میداد اما همچنان فکر می کردم همه این کارها ضروریه و سعی می کردم خیلی بهش فکر نکنم و خودم رو رها کنم. یه روز وقتی روی صحنه دراز کشته بودم، همایون هم کنار من دراز کشید و شروع کرد به صحبت کردن. گفت با به مشکل خورده و تصمیم داره ازش طلاق بگیره. من وقتی چشم رو باز کردم تا باش صحبت بکنم گفت نه لطفا چشاتو ببند و با چشمای بسته با هم صحبت کن. من ازش پرسیدم شما که خیلی وقتی با هم ازدواج کردین چرا الان تصمیم گرفتی ازش جدا بشی؟ همایون بعد از اینکه سکوت کرد به من گفت عاشق من شده و میخواد با من وارد رابطه بشه من وقتی این حرف رو شنیدم از جان شدم اما همایون دوباره از هم خواست که دراز بکشم و وقتی من عصبانی شدم گفت نگران نباش همه اینها برای اینه که بتونی نقشت رو خوب بازی کنی وقتی من دراز کشیدم اون به هم گفت از روز اولی که من رو دید از من خوشش اومده و به همین خاطر دیگه احساس خاصی نسبت به همسرش نداره و میخواد ازش جدا بشه. همایون همین جور که حرف میزد بیشتر به من نزدیک میشد و سعی میکرد دستش رو به بدنم نزدیک کنه. من دیگه خیلی عصبانی شده بودم و به هم برخورده بود و احساس کردم به حریم خصوصیم داره تجاوز میشه. به همین خاطر از جان بلند شدم و شروع کردم به داد زدن و لباسم و برداشتم که از اونجا برم وقتی میخواستم از در برم بیرون همایون شروع کرد به قهقه زدن و گفت به همین زودی یادت رفت که ما داریم تاتر بازی میکنیم من خوشگم زده بود و نمیدونستم باید چی بگم و کردم دارم بازی میخورم همایون گفت همه این کارها رو انجام داده تا منو تست بکنه و ببینه برای نقشی که باید بازیش کنم آماده هستم یا نه و وقتی که من از این کارش ناراحت شدم اون گفت تو از تست رد شدی و من دیگه نمیخوام تو توی نمایشم بازی کنی حالا اون بدون اینکه پولی به من داده باشه هم نمایش نامه از من گرفته بود و هم هیچ نقشی به هم نداد من وقتی حس کردم بازی رو باختم و از اینجا مونده و از اونجا رونده شدم سعی کردم او صحبت بکنم و دوباره رازیش کنم که منو برای بازی کردن این نقش بپذیره من هرچی بهش التماس کردم اونو قبول نکرد و گفت الان از سالم برو بیرون تا فکرامو بکنم و باید تماس بگیرم بعد از دو روز همایون به من زنگ زد و گفت میتونم برگردم سر تمرین وقتی برگشتم سر تمرین حالا همایون کارهای سختری به هم میسپرد و خودشم دست به کارهای عجیبتری میزد و منم دیگه پذیرفته بودم که باید همه اینها را قبول بکنم تا بتونم نقشم و خوب بازی کنم همایون حتی منو مجبور میکرد که روی پاهاش بشینم و دستش رو بگیرم و همراه اون روی صحنه قدم بزنم منم به این موضوع عادت کرده بودم و ایس کردم همه آدم های تئاتری و هنری از این کار انجام میدن و مثل فیلم های خارجی طبیعیه همایون اونقدر به من نزدیک شده بود که گاهی اوقات واقعا حس می کردم یه رابطه بین من و اون به وجود اومده و همه چیز جدی شده. این اولین باری بود که من توی زندگیم به یه مرد اونقدر نزدیک شده بودم و برای خودمم تجربه متفاوتی بود. من نمی دونستم که دارم کار درستی انجام میدم یا نه و شک داشتم که باید به این کار ادامه بدم یا اونجا رو ترک کنم. یه لحظه وقتی تمرین تموم شد یه ده حرف خواهرم افتادم و ایس کردم که ممکنه راه رو بیراه رفته باشم و من باید بیشتر به حرفای اون روزش فکر می کردم. وقتی داشتم با خودم فکر می کردم و از سالو می رفتم بیرون یه خویی دختر همسن و سال خودم زد به پوشم و ازم خواست تا یه گوشهی بشینیم و با هم صحبت کنیم. این دختر اسمش فاطمه بود و از بازیگرهای تئاتر قبلی همایون بود. وقتی نشستیم بدون معطلی و حاشیه رفتن یه راست رفت سر اصل مطلب و به هم گفت من نگرانم که اتفاق بدی برات بیفته وقتی از خواستم بیشتر به هم توضیح بده گفت همایون آدم درستی نیست و به بهونه بازی گرفتن از بازیگرا بهشون تعرض میکنه و به دخترها آسیب میزنه من وقتی این حرف رو شنیدم همه اون لحظاتی که همایون روی صحنه به هم نزدیک میشد رو توی خاطرم آوردم و یه لحظه از خودم بعدم اومد. تنها واکنشی که میتونستم داشته باشم این بود که گریه کنم و فاطمه رو بغل کنم. فاطمه وقتی حال من رو دید تصمیم گرفت منو ببره توی سالن تا وسایلم رو با هم جمع کنیم و از اونجا بریم. این تجربه باعث شد من تا مدت زیادی نتونم به هیچ مردی نزدیک بشم و از همشون بدم می اومد. من هر روز استرس داشتم و نسبت به همه چیز مشکوک شده بودم. من با همه این تجربیات نمیتونستم بیکار بشینم و ببینم در صورتی که به حریم خصوصی من تجاوز شده من باید یه گوشه بشینم و کاری نکنم. به همین خاطر تصمیم گرفتم یه صفحه مجازی با اسم مستعار بسازم و علیه همایون یک سری متن بنویسم تا همه متوجه بشن اون چجور آدمیه بعد از اینکه من این کارو شروع کردم چند نفر دیگه هم به من اضافه شدن و با هم تونستیم یه دادخواست کیفری علیه این آدم بنویسیم و ازش شکایت کنیم همایون مجبور شد از شهر بره و دیگه هیچ وقت هم نتونست به کار هنری ادامه بده اما همه این اتفاقات باعث شد من با آدم های جدیدی آشنا بشم و طرز فکرم نسبت به خیلی مسائل تغییر بکنه. توی همین رفته آمدها با دختری به اسم علمی را آشنا شدم. المیرا دانشجوی دکتری بود مثل من خیلی به کتابهای علمی و ادبیات علاقه داشت المیرا برخلاف سواد خیلی زیادی که داشت دختر خیلی شیطونی بود و همیشه در حال تجربه های جدید و هیجان انگیز بود. من وقتی با المیرا آشنا شدم چیزهایی رو متوجه شدم که هرگز سال کس به نگفته بود. با می شد دلم بخواد با آدم های جدید ارتباط داشته باشم و از لاک دفاعی خودم بیام بیرون. المیرا مرا با خودش به جمعهای هنری که میرفت می برد و من توی این مدت با آدمهای خیلی زیادی آشنا شدم وقتی اونا کم کم با من آشنا می شدن و می دیدن که چقدر استعداد دارم به هم پیشنهاد می کردن تا فعالیتم رو بیشتر بکنم و توی کاراشون به اونا کمک کنم. من فعالیتم رو توی دانشگاه علمی را به عنوان دانشجوی مهمان شروع کردم و اونجا مقاله های علمی و سیاسی می نوشتم و بین بچه ها پخش می کردم. من روزهای سختی و پشت سر گذاشتم و چیزهایی از آدم ها می دیدم که برام تحقیرآمیز بود پسرهای دانشگاه وقتی که میدیدن چهره من متفاوت از بقیه است با همدیگه صحبت میکردن و مسابقه میذاشتن که کدومشون میتونه زودتر مخ منو بزنه و با من دوست بشن. من حس میکردم یه جور موش آزمایشگاهی هستم و خیلی وقتا به همین خاطر از ارتباط گرفتن با آدما دوری میکردم پس بیشتر مشغول نوشتن میشدم و سعی میکردم مقاله هایی که مینویسم رو توی روزنامه ها و سایت های معتبر چاپ کنم. من باید از زندگی خودم و مشکلاتی که توی ایران داشتم میگفتم تا این آگاهی رو به همه مردم منتقل بکنم که ما هیچ تفاوتی با هم نداریم و از هر رنگ و نژادی که باشیم نهایتا انسانیم بعد از یه مدت وقتی مقاله های سیاسی که می نوشتم دست به دست می شد و بعضی ها اون رو توی دانشگاه میخوندن و سخنرانی میکردن یه سری مشکل برام ایجاد شد. حراست و مسئولین امنیتی دانشگاه من رو تهدید میکردن و میگفتن اگر به این فعالیت ها ادامه بدی دستگیرت میکنیم. من اگه میخواستم به فعالیت هنریم ادامه بدم باید دست از نوشتن متنهای سیاسی میکشیدم و بدون سر و صدا کار میکردم اما علمی رو تشویقم میکرد. که دست از این کار نکشم و کاری که دوست دارم رو ادامه بدم و حرفی که میخوام رو به گوش همه برسونم منم با وجود ریسکی که این کار داشت به کارم ادامه دادم و دست از کار نکشیدم حتی کم کم یه سری دوست رو آشنا پیدا کردم و با هم یه گروه تشکیل دادیم تا فعالیت های سیاسی و هنریمون رو بیشتر کنیم ما هر جا که میتونستیم تبلیغات میکردیم و همون رو دست به دست میکردیم و حتی گاهی اوقات توی خیابون اجراهای اعتراضی برگزار میکردیم اما یه روز وقتی کنار خیابون داشتیم صحبت میکردیم و تصمیم میگرفتیم که دست به کار جدیدی بزنیم چند تا نیروی امنیتی با لباس شخصی اومدن و ما رو دستگیر کردن. از اونجا به بعد من نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و فقط دیدم که من انداختن توی ماشین و بردنم به یه اتاق تاریک و از من بازجویی کردن. وقتی پرسیدن کس و کارت کیه و چیکار کار میکنی فقط تونستم اسم عموم رو بگم تا بلکه یه کمکی به هم بکنه. اونو توجهی نکردن و بلای سر من آوردن که حتی نمیتونم توضیح بدم. فقط اون قدر بود که منو قانع بکنه تا دیگه دست از اون کارها بکشم و تصمیمم رو عوض کنم زندگی وارد مرحله شده بود که نمیدونستم باید چی کار کنم شک داشتم که این راه درستی هست که انتخابش کردم یا نه اگه میخواستم این مسیر رو ادامه بدم باید خطراتش رو به جون میخریدم و اگر هم میخواستم ازش دست بکشم باید کار دیگه ای میکردم ولی به چیز دیگه علاقه نداشتم و از طرفی هم نمیتونستم بیکار بمونم. تصمیم گرفتم با عموم صحبت کنم و از اون بخوام تا کمکم کنه و یه کاری برام جور کنه و منو مشغول کنه. وقتی با عموم صحبت کردم اون ازم خواست تا برم پیش یکی از دوستاش که اون هم عکاس بود و نیاز به یه دستیار داشت. تا بتونم توی انجام کارها بهش کمک کنم اسم این آدم کیوان بود و از سوژه های مختلف عکاسی میکرد و بعد توی نمایشگاه ها اونا رو به فروش می خیلی هم توی کارش جدی بود و براش مهم بود کسی که کنارش هست خوب درکش کنه و پا به پاش بره جلو. کیوان بیشتر از سوژه های انسانی عکاسی میکرد و برای این کار به نقاط مختلف ایران یا کشورهای دیگه سفر میکرد. من از روزی که تصمیم گرفتم با کیوان همکاری کنم قبول کردم که همه باش برم و سوال اضافه هم نپرسم و فقط سرم توی کار خودم باشه. من متوجه شده بودم که کیوان برای گرفتن عکس های هنری مجوز رسمی نداره چون یه سری از عکسهایی که میگیره مخالف با قوانین کشوره. با همه این مسائل چون میدونستم میتونم به عموم اعتماد کنم وارد این کار شدم و کارم رو به عنوان دستیار کیوان شروع کردم. برای شروع من و کیوان رفتیم به کافه های تهران از سوژه هایی که اونجا بود عکاسی میکردیم. بعد کیوان با چندتاشون صحبت میکرد تا بتونه عکسهای بیشتری ازشون بگیره. و برای این کار اونها رو به دفتر کارش می برد و یک روزه ازشون عکس می گرفت و با اجازه خودشون عکس ها رو چاپ می کرد. تا زمانی که توی تهران بودیم همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت و چالش خاصی به وجود نمی اومد. اما وقتی برای پروژه های خاصتر به شهرهای مختلف سفر می کردیم من چیزهایی می دیدم که تا به حال ندیده بودم و راستش گاهی آقا جا می خوردم. کیوان آدم خیلی خوبی بود ولی رفتار خاص خودش رو داشت و بعضی از کارهاش خیلی عجیب بود. اون سوژه هایی رو انتخاب می کرد که بقیه انتخاب نمی کردن و جاهایی میرفت که تا به حال کسی ندیده بود. من هیچ وقت فکر نمی کردم توی ایران روز خونه وجود داشته باشه اما اون منو برد اونجا و من با دخترها و زنهایی ملاقات کردم که هرگز تا به حال فکر نمی کردم همچین آدمهایی وجود داشته باشد. اونا توی بدترین شرایط زندگی می کردن و خرج زندگیشون رو از تن فروشی به دست می آوردن. کیوان هم برای پروژه جدیدش از اونا عکس گرفت و میخواست توی کلکسیون خصوصی خودش بفروشه. کیوان گاهی اوقات از من هم عکس میگرفت و اینجوری با هم صمیمیتر شده بودیم. زمانی که با هم می رفتیم سفر مجبور بودیم توی یه خونه بمونیم و این باعث شده بود تا سمیمی تر بشیم. من در جریان همه کارهای کیوان بودم اما هیچ وقت نمی دیدم اون کارهاش رو به نمایش عمومی بذاره و همه مردم ببینن. برای همین برام سوال شده بود که اون با این عکس ها چه کار میکنه و چجوری اونها رو میفروشه بعد یه مدت متوجه شدم اون این کارها رو به بعضی از دوستاش میفروشه و توی بعضی از سایت های خارجی منتشر میکنه طبیعی هم بود که نتونه به همه نشونش بده چون بعضی از این عکس ها قابل نشون دادن به همه نبودن من وقتی دستم را افتاد و همه کارها رو یاد گرفتم کیوان به هم میگفت تا من ها رو چاپ کنم چون نمیتونستیم بدیم بیرون چاپ کنم من وقتی عکس رو چاپ می کردم خیلی معذب می و نمیفهمیدم کیوان که این ها رو گرفته که من ندیدمشون یه بار وقتی داشتم عکس رو چاپ می کردم چند عکس از خودم هم دیدم که نمیدونستم کیوان چجوری اونها را از من گرفته من وقتی حواسم نبود اون از من عکس گرفته بود و حتی اون لحظه ها نمیدونستم کیوان اونجاست وقتی ازش پرسیدم چرا این عکس ها رو از من گرفتی گفت میخواستم بعدا بهت نشون بدم تا سپرایزت کنم کیوان اونقدر آدم قابل اعتمادی بود که نمیشد به شک کرد و من اصلا فکر نمیکردم که قصد سوء استفاده داشته باشه منم از عکسام خوشم اومده بود و دلم میخواست بیشتر از من عکس بگیره برای همین قبول کردم تا بیشتر از من عکس بگیره و اونم قبول کرد یه مدت همه چیز داشت خوب پیش میرفت و من از کارم راضی بودم کار سختی نبود و ماجر و جویش رو دوست داشتم اما یه روز وقتی داشتم توی گوشی کیوان عکس ها رو میدیدم تا برای خودم بفرستمشون دیدم امون به کیوان پیام داد و بهش گفت عکس های ریحانه رو برای من بفرست من وسوسه شدم تا پیام رو باز کنم و وقتی که بازش کردم دیدم کیوان قبلا هم عکسام رو برای اموم فرستاده بود حتی عکسایی که خیلی خصوصی بودن و نمیخواستم کسی غیر از خودم ببینه اونها رو من به روی خودم نیوردم و سعی کردم کیوان هم نفهمه که من متوجه این قضیه شدم اما دیگه اجازه نمی نمیدادم کیوان از من عکس بگیره و اونم کم کم شک کرده بود که ممکنه من متوجه کاری که اون میکنه شده باشم تو کل این مدت متوجه شده بودم که کیوان همه این های خصوصی آدمهای مختلف رو به دوستهای مختلفش میفروشه با مطالعاتی که داشتم میدونستم این یه نوع بیماری روانیه و خیلی ها به تماشا کردن این عکس ها ایتیاد دارن و به خاطرش حاضرم پول بدن اما من عموم رو میشناختم و میدونستم که اون این کار انجام نمیده و به این فکر کردم که حتما به خاطر علاقه قلبی که به من داره عکس رو از کیوان میخواست سعی کردم به این موضوع توجهی نکنم و فراموشش کنم تا بیشتر از اون فکرم رو به خودش مشغول نکنه از کار کردن با کیوان دیگه راضی نبودم و دوست داشتم هر چه سریعتر از پیشش برم چقدر عجیب بود که من نمیتونستم به هیچ مردی اعتماد کنم وقتی دوستان متوجه می شدن من تا اون سین با هیچ مردی در ارتباط نبودم تعجب میکردن و براشون سوال می شد که چرا این در حالی بود که هر دو تا خواهرم ازدواج کرده بودن و مادرم به من هم اصرار میکرد که هر چه زودتر برم سر خونه زندگیم باورم نمیشد که این همه سال گذشته و هنوز هیچ خبری از پدرم نیست. یه بار گذاشت و رفت و پوش سرش رو هم نگاه نکرد. بعد از یه مدت متوجه شدیم از ایران رفته. من نمیخواستم آدم ها رو دستبندی بندی کنم و کسی رو محدود به چیزی کنم. اما تا اون لحظه همه مردهای ایرانی برام غیر قابل اعتماد بودن و نمیتونستم با هیچ کدومشون ارتباط بگیرم. فقط عموم رو هنوز دوست داشتم چون اون کسی بود که همیشه به من کمک کرد ولی با اتفاقاتی که افتاده بود دوست داشتم هرچی زودتر ببینمش تا باهاش صحبت کنم ولی قبلش مجبور بودم یه مدت تنهایی خلوت کنم و سنگام رو با خودم وابکنم برای همین بدون معطلی بلیت قطار گرفتم تا برم کاشان من از بچگی کاشان رو دوست داشتم و به خاطر سکوتی که توی این شهر بود هر زمان که نمیدونستم باید چیکار کنم به اونجا فکر میکردم و دلم هواش رو میکرد به محض اینکه توی قطار نشستم یه نفس راحت کشیدم بعد از مدتها تنها شده بودم و میتونستم برای خودم خلوت کنم یه کتاب برداشتم و دفتر شعرم رو باز کردم تا برای خودم یه چیزهایی بنویسم من اونجا تنها بودم و کمی حوصلم سر رفت به خاطر همین رفتم تا بوفه تا شاید کسی اونجا باشه و باهاش هم صحبت بشم وقتی رفتم یه دختر و پسر جوون نشسته بودن و منم روبروشون رو نشستم برای اولین بار بود که شاید مکالمه و رفتار یه زوج با همدیگه بودم و حس عجیبی برام داشت تنهایی خودم برام ناراحت کننده شده بود و راستشو بگم به این زوج حسودی میشد. من همه زندگیم دنبال جنجال های هنری و سیاسی بودم و هیچ وقت فرصت نکردم به عشق و عاشقی بپردازم. توی تجربه ای که با مردهای دیگه داشتم خیلی موفق نبودم و از اون هم زده شده بودم. حالا نزدیک سی سالم میشد. و یه خلای درونی احساس می کردم و می دونستم که اگه این حس ادامه پیدا بکنه به هم آسیب می زنه. شاید اگر الان توی افغانستان بودم ارتباط داشتم با مرتا اونقدر سخت نبود و راحت تر می تونستم با یکی وارد رابطه بشم. نمی دونم چرا هر وقت کسی متوجه می شد من افغانیم به یه چشم دیگه به هم نگاه می کرد. اون شخص یا از ادامه دادن رابطهش با من خجالت میکشید و یا قصد سوء استفاده کردن از من رو داشت. یه لحظه از بودن توی قطار بخسم گرفت دلم میخواست همونجا ترمز اضطراری رو بکشم و از قطار پیاده بشم و داد بزنم الان نه خونوادهم کنارم بودن و نه دوستای صمیمی آدمی که نتونه تنهایی زندگی بکنه توی اجتماع هم نمیتونه باشه و من نمیدونستم که دوسرم تنها باشم یا توی جمع باشم با تنهایی یه جور مشکل داشتم و توی اجتماع هم مشکلات خاص خودم رو داشتم هیچ وقت توی زندگیم بین یه دوراهی اینجوری نمونده بودم. منتظر یه نشونه بودم تا به هم کمک کنه و به هم بگه که من باید چه راهی رو انتخاب بکنم و چه جوری از این مخمسه در بیام. توی اون لحظه تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که برگه سفید زیر دستم رو خط خطی بکنم و هر چی که دلم میخواد توش بنویسم. وقتی که حتی دیگه یک کلمه هم نمیشد روی برگه نوشت و همه جای سیاه شده بود فهمیدم این زندگی منه این ذهن شلوغ منه که اومده روی این برگه و داره من رو به خودم نشون میده اون لحظه اونقدر با عصبانیت و محکم برگه رو مچاله کردم که اون زوج و جوانی که کنارم نشسته بودن تعجب کردن و برگشم منو نگاه کردن و ازم پرسیدن حالت خوبه من که دیگه نمیتونستم اونجا بمونم و بغز داشت همه وجود منو میگرفت از اتاق رفتم بیرون و توی کوپه خودم نشستم و گریه کردم وقتی گریه کردنم بند اومد دیدم قطار ترمز زد و آروم آروم داره توی ایستگاه کاشان میسته به محض اینکه قطار ایستاد یه پرنده بیرون پنجره کوپه من نشسته و داره به من نگاه میکنه بعد از چند ثانیه به سرعت بال زد و از اونجا رفت حس کردم این برای من نشون است و داره به من میگه منم باید از اینجایی که هستم بپرم و حرکت کنم پس تصمیم گرفتم به هیچ چیزی فکر نکنم و فقط شروع کنم به قدم زدن توی کوچه پس کوچه های کاشان تا هر اتفاقی که میخواد برای من بیفته بیفته به محض اینکه پامو از قطار گذاشتم بیرون حالم از قبل بهتر شد و سبک شدم این همون خاکی بود که من بهش علاقه داشتم ساکت سبک و آروم کاملا شبیه به خودم بود و میتونستم با این شهر همزاد پنداری کنم وقتی از ایستگاه رفتم بیرون یه دختر فال فروش جلوی منو گرفت و یه دونه فال به هم فروخت وقتی برگه فالو باز کردم توش یه شعر نوشته بود دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور همه چیز خیلی عجیب شده بود و حس می کردم همه یه جهان دارن با من صحبت می کنن. منم چاره جز گوش دادن و قبول کردن نداشتم. و تصمیم گرفتم همین کار رو انجام بدم به هیچ چیزی فکر نکنم و هر چیزی که برام پیش میاد رو بپذیرم چند روزی که توی کاشان بودم همین قدر عجیب گذشت و تونستم توی اون خلوت به چیزهایی فکر بکنم تا خودم رو جمع جور کنم و به زندگیم یه سر و سامونی بدم متوجه شدم تا به اون لحظه توی زندگیم دست به کارهای مختلفی زده بودم اما هیچ کدومشون اونجور که باید برای من مفید نبودند و نباید انجامشون میدادم هرچند که الان پشیمون نبودم و میدونستم که همه اونها باید اتفاق میافتاد تا من به یه همچین روزی برسم روزی که تصمیم بگیرم مسیر زندگیم رو عوض کنم و یه جور دیگه ای به همه چیز نگاه کنم من توی کاشان اولین شعر خودم رو نوشتم و این به هم ثابت کرد که من میتونم شاعر باشم شاید همه دردی که توی زندگی تحمل کرده بودم و همه اتفاقاتی که برای من افتاده بود میخواست با من این کارو بکنه من باید قصه زندگیم رو تبدیل به کلمه میکردم تا اینجوری به من نچسبن و قصهشون رو نخورم باید اونها رو مینوشتم تا از من جدا بشن و بهشون گیر ندم وقتی داشتم از کاشم برمیگشتم کاملا به یه آدم دیگه تبدیل شده بودم اون ریحانه ای که عاشق درست کردن دردسر و تجربه کردن هیجانات مختلف و بودن در کنار آدم های زیاد بود حالا فقط دوست داشت توی تنهایی خودش شعر بنویسه و به هیچ چیزی فکر نکنه من با و شوق رفتم به سمت خونمون تا تجربه ای که داشتم رو با مادر و خواهرام و عموم در میون بذارم و بهشون بگم که چه اتفاقی رو از سر گذروندم اما بیشتر از همه دوست داشتم به عموم بگم که بالاخره تونستم اولین شعر زندگیم رو بنویسم چون اون هم عاشق ادبیات بود و اون اولین کسی بود که این علاقه رو در من به وجود آورد اما وقتی برگشتم خونه با بدترین صحنه که میتونستم مواجه شدم همه خواهرام و خواهرزاده هام لباس مشکی پوشیده بودن و دوشن گریه میکردن از فضا متوجه شدم یه نفر فوت کرده اما هنوز نمیدونستم کیه وقتی نزدیک شدم خواهرم گوجی قوم از سمتم و منو بغل کرد و فقط بدون اینکه حرف بزنه متوجه شدم مادرم از دنیا رفته اول شک شدم و نمیتونستم این موضوع رو باور کنم و اسم می کردم همه دنیا رو سرم خراب شده فقط نشسته بودم و گریه می کردم و می گفتم چرا به من زنگ نزدین و نگفتین خواهرم گفت نمیخواستم خواستم سفرت رو خراب بکنم و می که به زودی خودت میای و متوجه میشی. من همزمان اونقدر عصبانی و ناراحت بودم که از هوش رفتم دوست داشتم هفته ها بخوابم و بیدار نشم و از اتفاقی که افتاده بود فرار کنم حالا دیگه عملا هیچ کسی رو نداشتم تنها حامی من هم از پیشم رفته بود و همه چیز بدتر از قبل شد توی بدترین زمان ممکن این اتفاق افتاده بود و رسی راسی داشتم میدیدم که همه دنیا با من توی لج افتادن دیگه به هیچ چیزی نمیتونستم فکر بکنم و تنها دلخوشی های کوچکم از دست داده بودم نه خبری از مطالعه های طولانی بود و نه شعر نوشتن و نه هم صحبت شدن با آدم ها. من حالا تنها پیش عموم زندگی می کردم و اون تنها آدمی بود که تا چند هفته بعد از مرگ مادرم باهاش در ارتباط بودم. من سخت در این روزهای زندگیم رو داشتم پشت سر می و دیگه مطمئن بودم که زندگیم از این به بعد بدتر و سختتر نمیشه. سه ماه گذشت و من کمی حالم بهتر شد. دوباره شروع کردم به نوشتن و سعی کردم زندگیم رو از سر بگیرم نمیشد که تا ابد ازادار بمونم و از همه چیز بیافتم ولی همچنان از خونه بیرون نمیرفتم و همه کارهامو توی خونه انجام میدادم برای مطالعه یه سری متون از عموم کمک میگرفتم و دوباره خودم رو سرگرمه همون علایق همیشه گیم کردم توی این مدت با عموم بیشتر آشنا شدم و چیزایی ازش فهمیدم که تا قبل از اون نمیدونستم فهمیدم که توی یکی از انبارهای خونه یه سری کتابهای قدیمی داره که حالا به کسی نشون نداده و اونها در مورد یک سری موضوعات خاص هستن که هر کسی اجازه نداشت بهشون دست بزنه اما اون هم ترجیح داد این علایق رو از بقیه پنهان بکنه و کسی چیزی از این موضوعات ندونه حتی اولش به من هم نمیخواست بگه و من خودم این کتابها رو پیدا کردم و بعد از اینکه نشونشون دادم کمی معذب شد و نمیدونست که باید چی بگه. کتاب های یک سری رومان های غیر معمول بودن که اجازه چاپ توی ایران نداشتند و مثبت 18 محسوب می شدن. منم به این کتاب ها جذب شدم و به خاطر شرط خاصی که توش بودم تصمیم گرفتم این کتاب ها رو بخونم. این که من تا به حال با هیچ مردی رابطه نداشتم تشویقم میکرد. به اینکه این کتاب ها رو با علاقه بیشتری بخونم و با کنجکاوی برم سراغشون. وقتی میخوندم برام سوال شده بود که تا به اون سن هیچ کدوم از اون اتفاقات رو تجربه نکرده بودم و دلم میخواست من هم بتونم با یه آدمی اونها رو تجربه کنم. من احساس عقب افتادگی و عقده داشتن می و دوست داشتم یه جوری این احساس رو از بین ببرم. مخصوصا الان که به هیچ چیزی نمی تونستم دلخوش باشم و باید به یه چیز جدید چنگ میزدم تا خودم رو از وضعیتی که توش بودم بیرون بیارم. یه روز تصمیم گرفتم بشینم و با امو مفصل در مورد این کتاب ها صحبت کنم و ازش سوال بپرسم و ببینم اون چرا خوندتشون و اگه بخواد منو راهنمایی کنه پیشنهاد میده که کدوم هاشون رو بخونم اما به این ام گفت تا خودت این کتاب ها رو نخونی نمیتونی درکشون بکنی و حتی از من باید تجربهشون بکنی تا بفهمی چه احساسی دارن اما وقتی داشت توضیح میداد من به فکر فرو رفته بودم و اون به هم گفت که درکم میکنه که توی چه شرایطی هستم به من گفت میدونه که چیزهای زیادی رو تجربه نکردم و دلم میخواد هر چیزو زودتر امتحانشون کنم به هم گفت تو دختر خیلی خوشگلی هستی ولی لیاقتت اینه که یه مردی پیدا بکنی تا قدرت رو بدونه اما برای این کار باید قبلش چیزهایی رو بلد باشی و از باشی به هم اعتماد به نفس میداد و میگفت تو برای هر مردی جذابی و هر کسی دوست داره بهت نزدیک بشه من تا به حال این حرفها رو از زبون هیچکس نشنیده بودم و برام وسوسه انگیز بود حس کردم یه اتفاقاتی داره درونم میافته که تالا تا حسش نکرده بودم از خود بیخود شده بودم و دلم میخواست به یه چیزی پناه ببرم وقتی عموم دید که چشام خمار شدن و حالا حاضرم هر کاری بکنم به هم نزدیک شد و دستش رو گذاشت روی پاهام من باورم نمیشد که نمیتونم انجام تکون بخورم و خودم رو تسلیم و واگذار کردم انگار نیاز به اون نزدیکی داشتم اما مدام به هم نزدیک تر میشد و کم کم کارهایی میکرد که فقط توی همون کتاب ها خونده بودم و توی فیلمها دیده بودم من اون لحظه از نمی کردم که امون کنارم دراز کشیده و فکر می کردم یه آدم دیگه است به همین خاطر خودم رو رها کردم و اجازه دادم اون کارش رو بکنه. وقتی به خودم اومدم دیدم دیگه یه دختره بی ای که از مرد دوری میکرد نیستم. حالا کسی هستم که یه مرد بهش نزدیک شده و دیگه مثل قبل معصوم نیست. حالا باورم نمیشد که من به این کار تن دادم. انگار من نبودم که خودم رو در اختیار امون گذاشتم. همه چیز توی ذهنم داشت از هم فرو می پاشید و نمی باید چه غلطی بکنم. از خودم بدم می اومد و دلم میخواست توی همون خودم رو غرق کنم وقتی که دیگه نتونستم حضور اموم رو تحمل کنم همه وسایلم رو جمع کردم و از خونه عموم زدم بیرون نمیدونستم دارم کجا میرم و فقط میخواستم برم میخواستم تا جایی که میشه از اونجا دور بشم از همه آدم ها از خودم دلم میخواست تا جایی که میشه از همه چیزایی که تا به اون لحظه زندگیم رو ساخته بود دوری بکنم تا دیگه چشمم به هیچ کدومشون نیفته همه چیزایی که داشتم و نداشتم رو از دست داده بودم و دوباره در وضعیت صفر بودم من بدون مقصد سوار اتوبوس های شهر به شهر می شدم و فقط از اونجایی که بودم فاصله میگرفتم. بعد از چند روز خواهران با هم تماس می تا از حالم با خبر بشن اما من جواب هیچ کدومشون رو نمیدادم. یه جورایی ارتباط داشتن با هر کسی که در گذشته میشناختم باعث می با شد یا دادم قبلی که بودم بیفتم و این برام آور بود. حتی دلم میخواست اسم و فامیلیم رو هم عوض کنم و کسی دیگه منو ریحانه صدا نکنه حتی خودم از آینه دوری میکردم و نمیخواستم با خودم مواجه بشم کاری که دستم برمیومد این بود که وانمود کنم یا آدم دیگم من اونقدر توی شهرهای مختلف جابجا جا شدم که متوجه نشدم چه جوری یه روز سر از ورامین درآوردم وقتی به ورامین رسیدم اوج احساسات ناخوشایندم بود و دیگه میتونستم زندگیم به آخر رسیده بود و اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه ممکنه هر اتفاقی برام بیفته نمیدونم از بیرون چه جوری به نظر میرسیدم و اگه یکی از آشناها منو میدید چه فکری در مردم میکرد بعضی ها ممکن بود فکر کنن معتاد شدم و خیلی ها ممکن بود فکر کنن شکست عشقی خوردم یا عقل از سرم پریده و دیوونه شدم اما هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده بود و من خودم با دستهای خودم خودم رو تخریب کرده بودم دیگه اون شخصیت قدیمی مرده بود و حالا فقط یه خرابه ازش باقی مونده بود وقتی توی خیابون راه میرفتم احساس گیجی می کردم و حس می کردم هیچ کس و هیچ چیز رو نمی شناسم و یه بچه دو سالم که تازه داره با دنیا آشنا میشه. گاهی اوقات حس می کردم که چهرم برای آدمها عجیب به نظر میرسه و اونها متوجه میشن که با آدمی طرفند که به لحاظ روحی کاملا از هم پاشیده من اونقدر راه رفته بودم که دیگه پاهم قوت حرکت کردن نداشتن و بدنم اونقدر ضعیف شده بود که یه لحظه فقط حس کردم باید بشینم و هیچ کاری نکنم من روی اولین صندلی که کنار پارک پیدا کردم نشستم و رو به آسمون چشم و بستم و فقط چند تا نفس عمیق کشیدم. قبلا توی کتاب خونده بودم معجزه دقیقا زمانی اتفاق میافته که شما در بدترین شرایط خودتون هستین و فکر میکنید که دیگه هیچ چیزی نمیتونه بهتون کمک کنه. توال خودم بودم و به هیچ چیز فکر نمیکردم و فقط صدای نفس کشیدن خودم رو میشنیدم که یه اتفاقی افتاد. احساس کردم یکی داره اسممو صدا میزنه و بلند میگه ریحانه اولش فکر کردم خیالاتی شدم و همچین صدایی وجود نداره اما دوباره شنیدمش حالا دیگه مطمئن شدم یکی داره صدا میزنه چشمو باز کردم و سرمو آوردم بالا تا ببینم کیه وقتی چشمو باز کردم دیدم یه خانم میان سال که تا به حال هیچ وقت ندیده بودمش روبروی من وایساده بود و داره به هم لبخند میزنه و نگاه میکنه ازش پرسیدم تو اسم من رو از کجا میدونی؟ ما قبلا همدیگر رو دیدیم؟ بهم گفت تو منو ندیدی ولی من تا دیدم اسم تو فهمیدم و شناختم ایت. ازش پرسیدم و خواستم به توضیح بده که از کجا منو میشناسی حرفی نزد که قانم بکنه. یه جورایی شبیه آدم های قیبگو و فالگیر بود. اصلا آدمی نبود که ازش بترسم و کاملا احساس و انرژی خوبی ازش میگرفتم. اون خیلی زن مهربونی بود به من گفت من میتونم چیزهایی رو از آدمو ببینم که خیلی ها نمیبینن و متوجهش نمیشن به ام گفت هیچ چیزی رو هیچ وقت فراموش نکن خدا اونایی رو که بیشتر دوست داره بیشتر اذیتشون میکنه داشت بیشتر صحبت میکرد که یهو یه چشمامو باز کردم و متوجه شدم به خواب عمیقی فرو رفتم و داشتم خواب میدیدم باورم نمیشد که همچین خواب واقعی دیده باشم و اون قدر به حقیقت نزدیک باشه. کاملا حس می کردم اون زن رو توی بیداری دیدم و صداش رو شنیدم اما وقتی بیدار شدم خبری ازش نبود و فقط من بودم و یه پارک خلوت و خالی دیگه داشتم می که نکنه توهمی شدم و حالم اون قدر بده که دارم واقعیت رو از دست میدم. اون قدر ترسیدم که تصمیم گرفتم پشم یه قدمی بزنم و یه آبی به دست و صورتم بزنم تا کمی حالم سر جاش بیاد. اما وقتی پا شدم به محض اینکه دو سه تا قدم برداشتم چشام سیهی رفت و از هوش رفتم و افتادم کف آسفالت. من نمیدونم چند ساعت بیهوش بودم و توی اون مدت زمانی که بیدار نبودم چه اتفاقاتی افتاد و چه آدمایی منو دیدن اما وقتی چشام باز کردم دیدم توی یه خونه هستم و روی یه تخت دراز کشیدم اولش ترسیدم و اجام بلند شدم تا ببینم کی من آورده اینجا و اینجا کجاست. صدا زدم اما کسی جواب نداد. تا دم در رفتم تا ببینم اوضاع چه قراره که یا از پشتم یه خانم میان سال خیلی خوش برخورد و مهربون زد به پشتم و گفت آروم باش دختر جون یه لحظه کردم خوابم تعبیر شده و فرشای نجاتم اومده و میخواد برام معجزه کنه اونقدر سال توی ذهنم داشتم که نمیدونستم اول باید کدومشونو بپرسم و جواب کدوم بگیرم فقط در همین حد تونستم ازش بپرسم که شما کی هستین و چطور منو آوردین اینجا اونم گفت وقتی منو توی خیابون پیدا کرد که روی زمین افتاده بودم دلش به حالم سوخت و با اوجان تماس گرفت و بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم منو آورد خونه خودش تا ازم مراقبت بکنه چون فهمید که کسی رو ندارم اونم خانمی بود که تنها زندگی میکرد و دکتر تپ گیایی و سنتی بود به من گفت می تونم چند روز پیشش بمونم تا حالم بهتر بشه و بعدش از اونجا برم منم چون چاره ای نداشتم جز اینکه پیشش بمونم مجبور شدم قبول کنم و چند روز پیش اون بمونم تا حالم بهتر بشه اولش فقط میخواستم مدت کوتاهی اونجا بمونم تا سرحال بشم و برگردم به زندگی خودم اما موندن من اونجا کمی طولانی تر شد. این خانم مهربون که اسم شیرین بود من او مثل دختر خودش دوست داشت و جوری با هم برخورد میکرد که انگار سالیان ساله که منو میشناسه و هیچ احساس قریبگی بینمون نیست. من وقتی میدیدم که اون قلبا میخواد که من کنارش بمونم و مشکلی با این موضوع نداره علاقم به اینکه پیشش بمونم بیشتر میشد. شیرین خانم خیلی آدم باسوادی بود و هر کاری از دستش برمیومد فهمیدم وقتی که شوهر کرده بود و اولین بچهش رو حامله بود بچه سخت شده و فهمید که دیگه هیچ وقت نمیتونه باردار بشه به همین خاطر شوهرش ترکش کرد و اونم دیگه هیچ وقت با کسی ازدواج نکرد کاملا حس می کردم که اون منو مثل دختر خودش میدونه و داره خلای نداشتن بچه رو با حضور من پر میکنه منم از اینکه کنار اون بودم خوشحال بودم چون که خیلی خونه آروم و با آرامشی داشت و من هر چیزی که میخواستم اونجا برام فراهم بود که البته چیز زیادی هم نمیخواستم یه جا برای خوابیدن و یه فضا برای مطالعه کردن و نوشتن و یه آدمی که بتونم یه گداری صحبت بکنم و ازش مشورت بگیرم شیرین خانم نه تنها همه این کارها رو برای من انجام داد بلکه چیزهایی به من یاد داد که هرگز تا حالا توی زندگیم نفهمیده بودمشون شیرین خانم برای من مادری کرد و تونست توی مدت کوتاهی دوباره منو به زندگی برگردونه و به من انرژی و انگیزه ادامه دادن و ساختن اون چیزی که دوست دارم رو بده. اون تونست منو قانع کنه که هر اتفاق بدی که برای آدم میفته یه حکمتی توش داره و اونایی که این سختی ها رو پوش سر میذارن در انتها مسبب اتفاقات خیلی زیبایی میشن. به من روحیه میداد و میگفت همه اتفاقات زندگی تو به این خاطر افتادن که تو استعداد خودت رو شکوفا بکنی و بالاخره اون کاری که دوست داشتی همه عمر انجام بدی رو انجام بدی من پذیرفتم که از سوی دل ویرانی ها میتونه سازندگی اتفاق بیفته و دوباره آدم سرپا بشه و چیزی رو بسازه که ارزش زنده موندن داشته باشه مثل همیشه تنها پناه من برای دوباره بلند شدن و از سر گرفتن زندگی کلمات بودن من به کمک شیرین تونستم اولین دفتر شعرم رو بنویسم و چاپ کنم کم کم تونستم قدرت این رو پیدا بکنم که با گذشته خودم هم آشتی کنم و همه کسایی که باشون در ارتباط بودم رو دوباره ببینم و ازشون دوری نکنم وقتی دفتر شعرم رو چاپ کردم همه دوستای قدیمیم با هم تماس می گرفتن و ابراز خوشحالی می کردن. از اینکه من بالاخره تونستم کاری رو انجام بدم تا خودم رو به خودم ثابت کنم برای من اهمیتی نداشت که دیگران چی در موردم فکر میکنند و فقط خودم میخواستم از خودم راضی باشم و احساس خوبی نسبت به زندگیم داشته باشم من این موفقیت و زندگی شیرینم رو فقط مدیون کسایی که توی زندگی به هم کمک کردن نبودم و بیشتر باید از کسایی ممنون می بودم که برای من مشکلات زیادی ایجاد کردن. و باعث شدن من خودم رو ببازم. این آدما خشمی رو توی من به وجود آوردن که من به واسطه این خشم تونستم برای خودم انرژی خلق کنم و زندگیم رو به اون سمتی که دوست دارم هدایتش کنم. حالا برنامه این بود که همه اون آدم ها رو پیدا بکنم و اونها ببینن من الان کجا هستم و چجوری از پس اون همه اتفاق بعد حالا به جایی رسیدم که از زندگیم رازیم. اول دوستاشم سراغ کسایی رو بگیرم که به من کمک کردن و اولینشون هم سعید بود که توی بچگی به من کمک کرد تا کتابهایی که دوست دارم رو پیدا کنم و مسیر زندگیم رو تغییر بدم. سعید بعد از مدتها از زندان آزاد شده بود و حال تونسته بود یک کتاب فروشی خیلی چه و توی تهران باز کنه و برای خودش زندگی آروم و بی دقدقهی رو داشته باشه. من وقتی سعید رو پیدا کردم اونقدر از دیدنم خوشحال شد که بلا فاصله بغلم کرد و منو نشوند تا همه این مدتی که از هم خبر نداشتیم رو براش تعریف کنم و بگم که چه اتفاقاتی افتاده بعد از گذشت این همه سال من و سعید هنوز هم خوب با هم کنار می اومدیم و همدیگر رو درک می کردیم. درک متقابل زیباترین حسی بود که من توی زندگیم حسش کرده بودم و حاضر بودم به هر قیمتی نگهش دارم سعید نسبت به اون آدمی که من قبلا میشناختم خیلی تغییر کرده بود و آدمه پخته تری شده بود اونم مثل من تنها زندگی میکرد و ارتباط داشتن با آدمها اونو خسته کرده بود و تصمیم گرفته بود که تا میتونه آدمهای زندگیش رو کم بکنه من بعد از اون روز هم چند بار رفتم به دیدن سعید و کم کم دوباره رابطمون سمیمی تر شد و به بحونه های مختلف با هم قرار میذاشتیم و از حال هم با خبر بودیم. توی همین رفت آمد های یه روز که توی مغازه سعید نشسته بودیم و داشتیم در مورد یک از شعرهای ما می میکردیم اون خیلی متأثر شد و یهو بدون مقدمه به هم ابراز علاقه کرد و به من گفت که چقدر دوستم داره این اولین باری بود که من از بودن در کنار یه مرد احساس خوبی داشتم و میدونستم که این احساس از اعماق وجودم داره نشأت میگیره نه احساسات زود گذر. همه چیز دست به دست هم داده بود تا من این احساس رو بپذیرم و با سعید وارد رابطه عاشقانه بشم. باورم نمیشد که زندگیم به این صورت یه دور کامل دور خودی صد و رسید به اون نقطه ای که من در بچگی تجربهش کرده بودم. به همون بچگی که توش هیچ دق ای نداشتم و از ارتباط داشتن با پسر همسایه خوشحال بودم و حس می کردم این همه اون کاریه که من دوست دارم انجامش بدم حالا من رسی رسی عاشق پسر همسایه بودم و دیگه پدرم هم وجود نداشت که بخواد مانع این اتفاق بشه و چالشی برام ایجاد بکنه همیشه فکر می کردم پایان خوش فقط مال قصه هست و من توی زندگیم هیچ وقت رنگ خوشی و خوشحالی رو نمی بینم اما زندگی به من ثابت کرد که اشتباه فکر می کنم زندگی همون موجزهی که میخواستم رو به هم داد و من تونستم دوباره از جام بلند بشم نمیدونم من اگر افغانی نبودم هم زندگیم اینقدر سخت میشد یا نه اما بعد از اینکه من همه این سختی ها رو پشت سر گذاشتم دوست داشتم به همه آدم ها اینو بگم که توی هر شرایطی که باشید همیشه یه راهی هست که هیچکس کس اون رو نرفته و نمیره جز شما هر بار که شکست خوردید میتونید اجاتون پاشید و دوباره یه نگاه به مسیر بندازید و بدون توجه کردن به مقصد فقط این مسیر رو طی کنید. همه مشکلات زندگی من از اونجایی نشأت می گرفت که من فکر می کردم مشکلی نباید وجود داشته باشه و همیشه همه چیز باید اونطور که من میخوام باشه اما حالا متوجه شدم و پذیرفته بودم که زندگی بالا پایین داره و بدون چالش نمیشه. اما این نگاه ما آدم هاست که چالش ها رو از بین می بره. فقط کافیه اسم سختی و چالش رو روش نذاریم و بریم تو دلش تا درسی که میخواد به همون بده رو ببینیم. امیدوارم درد زندگی همه آدم ها تبدیل به شعر بشه. همون اتفاقی که برای من افتاد. زیبایی جایی رقم میخوره که درد به آخرین حد خودش رسیده. خورشید وقتی طولو میکنه که شب به تیره ترین نقطه خودش رسیده. و ما زمانی میتونیم روی پای خودمون بیستیم که همه چیز روی سرمون آوار شده. برای پایان قسم میخوام اولین شعری که توی زندگیم نوشتم رو براتون بخونم. پشت سر شهر غم زده رو به رو بنبست بی انتها من اما به سمت تو میدوم آن همزمانی که نراه پس دارم